صبحی دیگر برای مرغ‌های دریایی شروع شده بود. مرغ‌های دریایی کنار ساحل زندگی می‌کنند. روی دریا پرواز می‌کنند و گاهی ماهی صید می‌کنند. گاهی هم لاشه جانوران و ته‌مانده غذای ماهیگیران را می‌خورند. قایق‌های ماهیگیری مثل همیشه نزدیک ساحل لمیده بودند. مرغ‌ها برای دور همی صبحانه همدیگر را خبر کردند. دسته‌ای هزارتایی تشکیل دادند و برای گیر آوردن غذا حرکت کردند. در آسمان جایی میان ساحل و قایق‌ها، جاناتان مرغ دریایی دور از بقیه مرغ‌ها سرگرم تمرین بود. پنجه پاهای پردارش را پایین می برد و منقارش را بالا می گرفت. تون تون بال می زد. سعی می کرد تعادلش را حفظ کند. او تمرین تازه‌اش را شروع کرده بود. باید در برابر باد جلوی پیچ و تاب بالهایش را می گرفت. درد داشت، اما مه را می شکست و اوج می گرفت. از ابرها بالا می زد. صخره ها را زیر بال می کشید. پرواز در بلندی تجربه نابی بود. باد جلوی صورتش پچ پچ می کرد. زیر بالهای جاناتان اقیانوس آرامتر بود. جریان هوا پرهایش را می لرزند. کم کم سرعتش را کم کرد. سعی کرد تمرکزش را بیشتر کند. چشمهایش را تنگ تر کرد و خوب نگاه کرد. بعد نفسش را تو داد و به سینه‌اش فشار آورد. یک؟ نه بیشتر. ده. حالا کمتر. الان وقت قرص دادن به بدنه. خب درست شد. جاناتان بالهایش را به هم زد، سرعتش را کم کرد و پایین آمد. مرغ‌های دریایی موقع پرواز تلو تلو نمی‌خورن. به خودشون شک نمی‌کنن. براشون ننگه توی هوا وایسن و یه جا راکت بمونن. اما جاناتان با بقیه فرق می‌کرد. اون تو پیچ‌های تند از دو سمت بالاشو می‌کشید. آروم پرواز می‌کرد و دوباره سرعت می‌گرفت. مرغ‌های دریایی دیگه جوری که اون پرواز می‌کرد پروازو امتحان نکرده بودن. در حقیقت زحمت زیادی به خودشون نمی‌دادن. راه‌های تازه پرواز براشون معنایی نداشت. دلشون نمی‌خواست کار جدیدی یاد بگیرن. اونا فقط برای پیدا کردن غذا توی ساحل گشت می‌زدن. بعدم دوباره به لونه‌هاشون برمی‌گشتن. ولی تمام فکر و ذکر جاناتان پرواز بود. گاهی پدر مادرش دل نگرونش می شدن. بیشتر وقتا مادرش می گفت جان، رویای پرواز تا کی؟ تو چرا مثل بقیه دوستات نیستی؟ چرا دنبال غذا نمی گردی پسرم؟ شدی یه مش پر استخون؟ و جاناتان می گفت بذاریم بشم یه مش پر استخون. غذا برام مهم نیست. من می خوام پروازو بشناسم، کشفش کنم. دوست دارم بدونم قدرتم رو هوا چقدره، چه کارایی میتونم بکنم، چه کارایی نمیتونم. معمولا پدرش با زبان نرمتری با اون حرف میزد. زرم، زمستون نزدیکه، قایقا کمتر شدن، حتی ماهی ها هم برای گرم شدن میرن به عمق اقیانوس. اگه قراره چیزی یاد بگیری، پیدا کردن غذا از همه مهمتره. بله، میدونم بازی های پروازت معرکه است، ولی با بازی کردن قضا گیرت نمیاد. یادت باشه اگه قضا نخوری نمیتونی پرواز کنی. جاناتان گوش به فرمان پدر شد و اطاعت کرد. حتی برای چند روز مثل بقیه مرغای دریایی رفتار کرد. با دسته مرغای همسن و سالش جیغ کشید. با دوستاش کنار اسکله و قایقای ماهیگیری پرسه زد. برای قاپیدن ماهی تیکه پاره توی آب شیرجه زد. اما خیلی زود کارهای تکراری کلافش کرد. جاناتان دوباره هوایی شده بود. بازم فکر روزای شیرین پرواز قبل به کلش زده بود. وقتایی که نزدیک سطح آب خودشو توی فضا بی حرکت نگه می داشت. نوک پاهاشو به خنکی اقیانوس می کشید و سطح آبو لمس می کرد. اون وقت ردی طولانی روی آب می انداخت. با خودش می گفت نه، زندگی مثل بقیه مرغای دریایی بیفایده بود. تو فراز و فرودای پروازش وقتی به پایین ترین سطح پروازش رسیده بود فکر کرد ناراحتم، خیلی ناراحتم، از دست خودم عصبانیم. چقدر به خاطر پیدا کردن غذا وقتم و هدر دادم. میشد به جاش پرواز کنم.
هنوز خیلی چیزاست که باید یاد بگیرم. جاناتان مرغ دریایی دوباره به خلوتش برگشت. اغلب دورتر از دریا تمره میکرد. گاهی گرسنه‌اش میشد. ولی در عوض خوشحال بود. یادگیری پرواز حواس درست حسابی لازم داشت. پس باید تا اونجایی که میشد از دیگران دور میشد. به یه هفته نرسیده کشفای تازه‌ای کرد. سرعتش رو چند برابر کرده بود و چرخ میزد. اما مرغای دریایی دیگه از کشفای جاناتان سر در نمی آوردن. جاناتان هنوز قادر نبود تو سرعتهای بالا به اندازه دلخواهش بپره. قرد زدن روی آبم یاد نگرفته بود. ده ها بار امتحان میکرد. ولی مثل توده ای از پر فقط زیر رو میشد. وقتی سرعت بالا زیاد میشد، حساب کار از دستش در میرفت و توی آب میافتاد. خیلی فکر کرد تا اینکه کشف کرد باید بالاشو سبکتر کنه و قطرهای آب از روی پراش بتکنه. به 10 ثانیه نکشیده سرعتش سرسام‌آور شد. باور کردنی نبود. جاناتان تو عرض چند ثانیه رکورد همه مرغای دریایی دنیا رو شکست. هرچند جشن پیروزیش کوتاه بود. وقتی سرعتش بالا رفت تعادلش رو از دست داد. لعنتی، مثل دینامیتی منفجر شده توی هوا در به داغون شد و توی آب افتاد. وقتی به خودش اومد هوا تاریک شده بود، اما هنوز روی سطح اقیانوس شناور بود. بالاش مثل تیکه های سرب سنگین شده بودن. از خودش خجالت میکشید. دلش میخواست با سنگینی بالاش به ته آب بره و زیر ماسه ها دفن بشه. صدایی توی سرش زنگ میزد. جان، این سرنوشت توه. تو مرغ دریایی دنیا اومدی. نه بالات شبیه شاهینه، نه چشات مثل جغد. تو نمیتونی تو دل شب پرواز کنی. باید به حرف بابات گوش کنی و برگردی پیش بقیه مرغا. جان کل شب، باید به سیر کردن شکمت راضی باشی. صدای دیگری جوابشو میداد. جان، اگه میخوای چیزای بیشتری یاد بگیری باید مختو به کار بندازی. باید بیشتر تلاش کنی. جاناتان به ساحل برگشت. میدونست شب که بشه جای مرغای دریایی فقط توی ساحله. دیگه از آزمایش و تمرین خسته شده بود. به خودش قول داد مرغ سربرایی بشه. خورشید پشت اقیانوس غروب میکرد. وقتی به ساحل برمیگشت دوباره همون صدا توی گوشش گفت. جاناتان، حواستو جمع کن. مرغای دریایی تو تاریکی پرواز نمی کنن. اما جاناتان به صدای توی سرش گوش نداد. ایستاد و از قشنگی ماه لذت برد. از چشمک زدن چراغای توی آب کیف میکرد. چه آرامش و سکوتی. جاناتان پرک زد. یک آن تصمیمش رو عوض کرد. تصویر بال کوتاه شاهین دوباره جلوی چشش ظاهر شد. عجب احمقی بوده. اگه بالاشو موقع پرواز جمع میکرد، بالایی به کوتاهی بال شاهین حتما موفق میشد. وسوسه شد تا تمرینای سنگینش رو از سر بگیره. برای همین تمرین سرعت تو ارتفاع زیاد رو امتحان کرد. باد پرزور فکرای قدیمی و ناراحت کننده رو با خودش برد. حتی ترسا و تمام حس گناهشو. باید قولای تازهی به خودش میداد. با خودش عهد کرد همشأن پرنده های بلند پرواز رفتار کنه. شروع کرد. بالا رفت و تو ارتفاع زیاد پر زد. از اون بالا قایقای ماهیگیری شبیه لکه های قهوه‌ای روی آب بودن. حتی مراسم صبحونه خوران مرغای دریایی رو تماشا کرد. مرغا شبیه ذره های گرد و غبار تو هم پیچیده و نامشخص بودن. جاناتان زنده تر از همیشه بود. از سرخوشی می لرزید. از اینکه روی ترساش پا گذاشته بود به خودش می بالید. ناگهان سرعتش از حد معمول گذشت. اونقدر بالا رفته بود که حس کرد باد مثل دیواری سخت و قوی جلوی حرکتشو می گیره. وقتی با اون سرعت به طرف پایین اومد، تصور برخورد با زمین ترسناک بود. گمون می کرد قایقا و جمعیت کج و کوله مرغای دریایی با سرعت به سمتش میان. نمی تونست وایسه. نمی دونست با سرعت مهار نشدنیش چطور بپیچه. تصادف با مرغا یعنی مرگ. اما سرعتشو کم نکرد. سرعت براش قدرت و شور و زیبایی بی انتها بود. جاناتان چشماشو بست. آفتاب سر زده بود که جاناتان با سرعتی سرسام‌آور وسط صبحونه خوران مرغا افتاد. خوشبختانه هیچ کدوم از مرغای دریایی رو به کشتن نداده بود. در عوض با شکوه‌ترین لحظه عمرش رو تجربه کرده بود. کشف کرده بود چطوری بالاشو تو سرعت زیاد بچرخونه. اون
اولین حرکت آکروباتیک مرغای دریایی کره زمین رو انجام داده بود. جاناتان فکر میکرد حتما مرغای دیگه با شنیدن خبر موفقیتش خوشحال میشن. چه چیزی بهتر از اینکه یک مرغ دریایی پرواز واقعی رو یاد بگیر و انجام بده؟ پیر مرغای دریایی فریاد زد: جاناتان لیونگستون به جایگاه احضار می شود. مرغ ها هم همه می کردن. جاناتان از خوشحالی یه جا بند نبود. مطمئن بود دور همه مرغ ها برای موفقیت اونه. اون مرغای دریایی رو خوب می شناخت. وقتی رهبر تازشون رو پیدا می کنن مثل امروز جمع می شدن و هیاهو می کردن. با خودش گفت: من که نمیخوام رهبر باشم، فقط دلم میخواد دونسته هامو به بقیه یاد بدم. زیادی شلوغش کردن. جاناتان به جایگاه رسید. فریاد پیر مرغا میخکوبش کرد: جاناتان، به عنوان سرافکنده ترین و شرمسار ترین مرغ دریایی در جایگاه بایست. جاناتان باور نمیکرد. انگار از یه جایی بلند سقوط کرده باشه. پاهاش بیهز شد، پروبالش وارفت، سرش سنگینی کرد. زیر لب گفت: امکان نداره، یعنی موفقیت های منو. حتما اشتباهی شده. پیر مرغان گفت: جاناتان، تو متهمی به بیمسئولیتی و سنت شکنی، زیر سوال بردن شأن و شخصیت هم نوعانت. تو محکومی به تبعید. صدای پیر مرغان از جای دور توی سرش دور می زد. از امروز کجا باید بره؟ به دورترین صخره ها؟ تبعید؟ تنها زندگی کنه؟ چرا؟ چون مثل بقیه مرغای دریایی برای خوردن خوابیدن به دنیا نیامده؟ جاناتان با صدای لرزون گفت: آهای، با شما، با همه تون. هزار سال دنبال گله های ماهی هستیم. چی شده؟ چه اتفاقی براتون افتاده؟ حالا که من دلیلی برای زندگیم پیدا کردم، حالا که حس میکنم آزادم، میتونم کشف کنم، میخوام یاد بگیرم، منو به چی متهم میکنید؟ چرا نمیذارین بهتون بگم چی کشف کردم؟ چرا نمیخواین یاد بگیرین؟ چرا نمیخواین لذت پرواز واقعی رو درک کنین؟ چرا؟ مرغای دریایی از حرفای جاناتان شوکه شده بودن. رفتار و حرفاش بی سابقه بود. تا اون روز کسی جرأت نکرده بود جواب پیر و بزرگ مرغا رو بده. مرغا از جسارت جاناتان خشکشون زده بود. همشون به جاناتان پشت کردن و با ترس تنهاش گذاشتن و رفتن. جاناتان تنها و غمگین پر کشید. صخره‌های بلند و دور زد. با خودش فکر کرد چرا دلشون نمیخواست شکوه پرواز رو تجربه کنن؟ چرا نمیخواستن چشماشون رو باز کنن و حقیقت رو ببینن؟ جاناتان تو تمام روزهای تنهایی و دور از خونه همچنان میپرید، بلندتر از همیشه. اون به نون بیات و مونده ماهیگیرا نیازی نداشت. تومه سید ماهیای بیچاره رو نمیخورد. جاناتان تو هوا میخوابید. بادهای شبونه جلوی حرکتش رو نمیگرفتن. توی تاریکی گم نمیشد. اون از گرگومیش هوا تا خود صبح چرخ میزد و چرخ میزد. بیشتر وقتا جاهای کشف نشده اقیانوس رو پیدا میکرد. به شم مرغ دریایی بودنش اعتماد میکرد. جاناتان برای بهایی که پرداخته بود افسوس نمیخورد. انتخاب خودش بود. اون خوب میدونست اگه مرغ دریایی شجاعی باشه، از کسی یا چیزی دلگیر نشه، عصبانی نباشه، پس مثل بقیه مرغای دریایی عمر کوتاهی هم نخواهد داشت. تمام رنج اون برای رنج نادانی هم‌نوعانش بود. مرغانی که لذت پرواز رو از خود گرفته بودن. در هر صورت کاری از دستش بر نمی اومد. تنها شده بود. روزها و شبها گذشت. شب نزدیک بود. جاناتان تنها توی آسمون چرخی زد. دوتا مرغ دریایی غریبه از دور پیداشون شد. بالاشون زیر نور ستاره ها برق می زد. درخشششون آسمون رو روشن‌تر می کرد. تماشا کردنشون حقیقتاً دلنشین بود. مهارتشون تو پریدن عالی بود. پرواز کم نقص زیباییشون رو کامل‌تر می‌کرد. خیلی دقیق و حساب شده بالهاشون رو توی جهت نگه می‌داشتن و پرواز می‌کردن. جاناتان بدون اینکه کلمه‌ای بگه بالش رو چرخوند. می‌خواست امتحانش کنه.
مرغای دریایی زیادی رو میشناخت، اما تا به حال کسی از پس مهارت و آزمون پرواز جاناتان بر نیامده بود. اول سرعتش رو کم کرد. دو تا مرغ تازه وارد سر حال و قبراق حرکتش رو تقلید کردن. پرنده ها از پس هر جور چرخی بر می اومدن. جاناتان بالاشو بست، غلتید و شیرجه زد. هر دو تا پرنده با جدیت بیشتری همراهیش می کردن. جاناتان سرعت رو به بالاش رو تبدیل به خط مستقیمی کرد. مرغ ها از سرخوشی خندیدن و با اون غلت زدن. جاناتان تو سکوت سطح پروازش رو تغییر داد. پایین تر اومد و آروم آروم ما بینشون پرواز کرد. همون موقع سکوت شکست و گفت: شما کی هستین؟ ما هم مثل تو ایم جاناتان، از دسته تو، دوتا مرغ دریایی. پرنده ها آروم اما محکم حرف می زدن. قراره تو رو به جایگاه واقعیت برسونیم، جایی که واقعا باید باشی جاناتان. با ما بیا خونه، خیلی وقت خونه ای ندارم. هم نوا منو از خودشون روندن، تبعیدم کردن. خیلی وقت تنهایی تو وزش باد از سر کوها میپرم، اما قدرت مرغای دریایی هم اندازه ای داره. بالایی من بیشتر از این توان ندارم، نمیتونم خیلی بالاتر بپرم، گمونم پیر شده باشم. مرغای درخشان گفتن: جاناتان تو میتونی، تو قبلا خیلی یاد گرفتی، پس میتونی بیشترم یاد بگیری. درسای قبلی تو تموم شده و زمان یادگیری چیزای جدیدتره. تو باید دنبال کشفای تازه تری بری. تمام زندگی جاناتان برای یه لحظه زنده شد و از جلوی چشماش گذشت. حرف و تنین صدای پرنده ها تو وجودش نفوذ کرده بود. معنی حرفاشون رو میفهمید. مرغای دریایی درست میگفتن، اون جاناتان بود. میتونست بلندتر بپره. از طرفی وقت برگشتن به خونه هم رسیده بود. جاناتان سر چرخوند، برای آخرین بار منظره نقره فام لبه صخره ها رو تماشا کرد. تصویر زیباشون رو به خاطر سپرد. طبیعت غریب و وحشی کوهستان با خونه قبلیش فرق میکرد. طبیعت بکر چیزای زیادی به اون یاد داده بود. جاناتان به دوستای جدیدش نگاه کرد و گفت: من آمادم. وقتی تاریکی همه جا رو گرفته بود، مرغ دریایی، جاناتان لیونگستون با دو مرغ ستاره مانند بالا رفتن و توی تاریکی عمیق آسمون محو شدن. جاناتان همبال دو پرنده جوون پرواز میکرد. تو زلالی چشماش جاناتان روزه قبل پر میکشید. جاناتان جوان و قبراق خودشو نگاه کرد. بالای براقش مثل خورشید میدرخشیدن. اونم مثل دو مرغ دریایی دیگه براق بود و درخشان. هر سه بر فراز زمین بالاتر از ابرا تو دل آسمون پرواز میکردن. جاناتان با خودش گفت: پس بهشت اینجاست. بالاشو بازتر کرد و فکر کرد. زورش برای غلبه به باد بیشتر شده بود. خیلی بیشتر و بهتر از توان بالاش پرواز میکرد، اما در این حال قدری احساس ناامیدی کرد. هنوز به جایی که آرزوشو داشت نرسیده بود. هنوز توانش محدود بود. بدون شک تا تموم شدن محدودیتاش راهی طولانی در پیش داشت. اما به خودش گفت: تو بهشت محدودیت معنایی نداره. همون موقع صدای مرغای همراهش رو شنید. جاناتان فرودت خوش. جاناتان به خودش اومد. همراهاش ناپدید شده بودن. نگاه کرد، ساحل زیبا از دور نمایان شد. اون بر فراز دریا خط ناهموار ساحلی رو دور زد. تک و توکی مرغ دریایی لابلای صخره ها میچرخیدن. بقیه دورتر از ساحل تو هوا چرخ میزدن. جاناتان با هیجان گفت: یعنی رسیدم به بهشت؟ پس چرا مرغای دریایی اینقدر کمن؟ چرا من اینقدر خستم؟ تو بهشت که خستگی و خوابالودگی معنایی نداره. جاناتان یاد روزه قبل از تبعید افتاد. خاطره های دور و گنگ تو ذهنش سوسو می زدن. تنهایی پرواز کردن، جنگیدن با تاریکی، صبونه خوران مرغا، سقوط، طرد شدن. از دور چند تا مرغ دریایی به دیدنش اومدن. هیچ کدومشون حرفی نمی زدن. جاناتان نزدیک شدنشون رو یه جور استقبال به حساب آورد. پس از این به بعد اینجا خونه تازش بود. تمام یک روزی که پرواز کرده بود تا اینجا برسه انقدر براش طولانی بود که حتی صبحش رو به خاطر نمی آورد. مرغای دیگه زیبا و مسلط روی زمین فرود می اومدن. بدون اینکه پراشون رو تکون بدن، همگی با بالای درخشان تو مسیر باد پرواز می کردن. اما جاناتان خسته بود، نا نداشت پروازشون رو محک بزنه. بس بی حرف
روی ماسه‌های ساحل نشست و ایستاده خوابش برد. خورشید خودشو از پشت دریا بالا کشید و طلوع کرد. جاناتان چشاشو باز کرد. یادش افتاد به خونه جدیدی اومده. تا شب توی ساحل چرخ زد. مثل خونه قبلیش. چیزای زیادی برای آموختن وجود داشت. با این فرق که مرغای جوون تشنه پرواز و یادگیری بودن. درست شبیه دیروز جاناتان. پرنده ها با هم حرف نمی زدن. مثل بقیه مرغای دریایی هم جیغ و داد نمی کردن. اونا حرفاشون از چشای هم می خوندن. انگار بزرگترین هدفشون فقط و فقط رسیدن به کمال پرواز بود. یادگیری پرواز زمانبندی خاص خودشو داشت. مرغای دریایی ساعتهای طولانی تمرین می کردن و دانش هوانوردی رو یاد می گرفتن. جاناتان هم همراهشون شد و خیلی زود تلخی زادگاه قبلیشو از یاد برد. غماشو فراموش کرد. روزگاری ذوق کشف و تو وجودش کور کرده بودن. اما دنیای اونا دیگه تموم شده بود. جاناتان با یه مرغی به اسم سالیوان آشنا شد. سالیوان مربی مرغای دیگه بود و البته مربی و معلم جاناتان. یه روز صبح جاناتان کنار معلمش نشست و گفت: سالیوان، چرا تعداد مرغای ساحل انقدر کمه؟ ما که خیلی زیادیم، پس بقیه کجا؟ سالیوان گفت: جاناتان، اولش همه یادت باشه بین هزاران هزار مرغی که میشناسم تو یکی از بهترینایی. تو بی نظیری. خیلی از ماها آهسته و کند به جایی رسیدیم، ولی تو یک دفعه رسیدی. برای همین بی نظیری. همه ما از جهانهایی که عیناً شبیه هم بودن خودمونو به اینجا رسوندیم، ولی گاهی دیر رسیدیم. یادمون نمیاد روز اول از کجا را افتادیم یا قصد داشتیم دقیقاً کجا بریم. ما از زندگی های زیادی عبور کرده بودیم. طول کشید یاد بگیریم غیر از خوردن و خوابیدن چیزای دیگه ای هم وجود داره. کمال یعنی میل به کامل تر شدن ما را دنبال خودش کشوند. همین میلم ما رو تا ساحل اقیانوس آورده. فکر میکنیم باید دنیای دلخواهمون رو بسازیم. دنیایی که الان توشیم حق انتخاب دنیای بعدی رو بهمون میده. اگه الان چیزی برای یاد گرفتن وجود نداشته باشه، پس دنیای بعدی هم مثل دنیای قبلیه، با محدودیت‌ها و سختی‌هاش. اما باید بهشون غلبه کنیم. سالیوان مربی مرغای دریایی حرفشو تموم کرد. بالاشو باز کرد و در جهت موافق باد چرخید. جاناتان، تو درساتو خیلی خوب یاد گرفتی. مجبور نیستی مثل ما بارها زندگی کنی تا یاد بگیری. تو مرغ دریایی زیبایی هستی. کمی بعد جاناتان و مربی سالیوان روی ابرا تمرین میکردن. مربی سر و ته چرخ میزد. کار سختی بود. جاناتان از پسش بر نمیومد. سالیوان گفت: دوباره سعی کن. جاناتان امتحان کرد. نشد. سالیوان تکرار کرد: جاناتان، دوباره. جاناتان همه نیروشو به کار گرفت. سر و ته چرخ زد. سالیوان لبخند زد: آفرین جاناتان، آفرین. غروب یه روز دلگیر، جاناتان و بقیه مرغا روی ماسه‌ها نشسته بودن و فکر میکردن. هیچ کدومشون پرواز نمیکردن. قرار بود سرکرده مرغا چیانگ به جهانی دیگر سفر کنه. جاناتان دلش گرفته بود. برای همین سلاغ خود چیانگ پیر مرغا رفت. اون مرغی قدرتمند و مهربون بود. سن و سالشون رو ضعیفتر نکرده بود. برعکس باعث قدرتش شده بود. آنچنان به کمال پرواز رسیده بود که کمتر مرغی به پاش می رسید. با کتاب خان همه جا. جاناتان گفت: چیانگ؟ بله بسرم. دنیایی که توش زندگی می کنیم بهش نیست. درسته؟ چیانگ پیر زیر نور مهتاب لبخند زد و گفت: جاناتان، تو باز هم در حال یاد گرفتنی. چیانگ، چه خبره؟ ما کجا میریم؟ جاناتان، بهشت مکان و زمان نیست. بهشت کامل شدنه. خودتو الان سریع ترین مرغ دریایی دنیایی، مگه نه؟ من فقط از سرعت لذت میبرم. پس وقتی به سرعت کامل برسی بهشت رو لمس میکنی، مثل نور. پسرم، کمال نهایت نداره. سرعت کامل تو اونجاییه که نهایتی وجود نداشته باشه. سرعتی که بشه با عدد ثبتش کرد هنوز به کمال نرسیده.
هنوز درگیر محدودیت. حرفای چیانگ تموم شده نشده تو چشم به هم زدنی ناپدید شد، اما لحظه بعد توی نقطه دیگه ای سبز شد. جاناتان حیرت کرده بود. جناب چیانگ، چطور همچین کاری کردید؟ شما با این روش تا کجا میرید؟ به هر جا و زمان که بخوام. تو هم میتونی جاناتان. یادت باشه کمال و سفر با هم فرق دارن. کمال رسیدن به بهشت و بهشت زمان و مکان نداره، اما سفر رفتن به جای مشخص تو زمان مشخصه. به مرغایی که روی دریا پرواز میکنن نگاه کن. مرغایی که رسیدن به کمال و فدای سفر میکنن به جایی نمیرسن. برعکسش هم صادقه. یادت باشه بهشت نه زمانه نه مکان. دیر جاناتان از لذت کشف ناشناخته های تازه لرزید. به منم یاد میدی اینجوری پرواز کنم؟ خودت باید بخوای. میخوام مثل تو پرواز کنم. بگو باید چی کار کنم. پیر مرغا به چشمای جاناتان خیره شد. از سرعت ذهنت باید چشاتو ببندی. فکر کنی به جایی که تو ذهنت رسیدی. نباید خودتو به بدنت محدود کنی. برای پرواز بیمرز طرح و نقشه قبلی به درد نمیخوره. به طبیعتت اعتماد کن. مختصات بدنتو، بالهاتو فراموش کن. باید عددهای نانوشته بدون وابستگی به زمان و مکان موجود باشن و به کمال برسن. از اون روز به بعد جاناتان از طلوع صبح تا نیمه شب تلاش میکرد. پشت کار به خرج میداد، ولی کاری از پیش نبود. روز چیانگ به جاناتان گفت: جاناتان، نباید به پرواز اعتقاد داشته باشی. باید پرواز رو بفهمی. باید خود پرواز رو درک کنی. پس دوباره تمرین کن. جاناتان رو به ساحل ایستاد، چشاشو بست، روی حرفای چیانگ تمرکز کرد و یه دفعه گفت: پیداش کردم کمال، من مرغ نامحدودم. جاناتان از لذت عمیق به خودش میلرزید. صدای چیانگ توی گوشاش پیچید: خودشه جاناتان، خودشه. جاناتان تنین پیروزمندانه صدای چیانگو شناخت و چشاشو باز کرد. جاناتان تو لحظه سفر کرده بود. او دورتر از پیر مرغا تو ساحل اقیانوس وایساده بود. درختای بلند تو حاشیه رود پر آب سرخم کرده بودند. صدای رود سکوتو میشکست. ستاره های دوقلو از پشت درختا میتابیدند. چیانگ گفت: آفرین، آفرین. سررشته کار دستت اومد، اما کنترلت هنوز جای کار داره. باید تمرین کنی. جاناتان بهت زده اطرافش رو نگاه میکرد. ما کجاییم؟ اما چیانگ عادی بود، انگار نه انگار به محیطی غریبه اومده باشه. چیانگ گفت: ظاهرن تو سیارهی که آسمونش سبزه. به جای خورشیدم دوتا ستاره داره. جاناتان از شوق فریاد کشید: پس تونستم. آره جاناتان، تو موفق شدی. وقتی بدونی چی کار باید بکنی حتما موفق میشی. جاناتان و چیانگ همون موقع به ساحل برگشتن. هوا تاریک شده بود. مرغای دیگه حیرت زده جاناتان رو برانداز میکردن. جاناتان برای زمانی طولانی همون جایی بود که غیب شده بود. جاناتان به احترام نگاه تحسین برانگیز مرغا روی پاهاش بلند شد. دوستان، تازه وارد جمعتون منم. باید ازتون چیزای زیادی یاد بگیرم. سالیوان گفت: نمیدونم جاناتان، قرنهاست مرغی مثل تو ندیدم. جسارتت برای یادگیری حیرت آوره. دسته مرغا ساکت بودن. چیان گفت: جاناتان، اگه بخوای میتونیم شروع کنیم. اگه میخوای به گذشته و آینده سفر کنی، باید خودتو واسه لحظه های نیرومند و شاد آماده کنی. دیگه وقتش شده. باید به اوج پرواز برسی. باید مفهوم عشقو بفهمی. روزها گذشت. جاناتان با سرعت عجیبی میآموخت. تجربه های معمولی رو به تجربه های ناب تبدیل میکرد. جاناتان بهترین شاگرد پیر مرغا شد. تا اینکه یه روزی وقتی آفتاب تا وسط آسمون بالا اومد، پرای چیانگ رفته رفته تو نور خورشید براق‌تر و درخشان‌تر شدن.
درخششش چشم مرغا رو زد. دیگه نتونستن نگاهش بکنن. چیانگ جمله آخر رو گفت و ناپدید شد. جاناتان، عشق و دریاب. وقتی مرغا چشاشون رو باز کردن، پیر مرغا رفته بود. از اون به بعد جاناتان به زادگاهش فکر میکرد. مرغای تازه کار رو تو ذهنش مجسم میکرد. شاید مرغای تازه کار به نونقاپی از قایقا راضی نمیشدن. شاید هنوز کسایی بودن که از دسته همنوعانشون طرد میشدن. یا آزادانه به فکر کشف واقعیت بودن. نگران بود. سرنوشت مرغای زادگاهش چی میشد؟ جاناتان هرچی بیشتر دنبال حقیقت عشق میگشت یا درسهای مهرورزی رو دوره میکرد، دلش بیشتر برای زادگاهش تنگ میشد. معلمی توی خونش بود. اون برای یافتن حقیقت آفریده شده بود، برای اینکه با مرغای سرزمینش از عشق و حقیقت حرف بزنه. اما سالیوان مربی مرغا سرزنشش میکرد. جاناتان، مرغای سرزمین تو را از خودشون روندن؟ فکر میکنی به حرفت گوش میدن؟ نصیحت منو گوش کن. مرغی دورتر را میبینه که بالاتر پرواز کنه. مرغایی که از پیششون اومدی عادت کردن غر بزنن و سر یه تیکه غذا به جون هم بیافتن. همشون فرسنگ ها از هم دورن. بهش که هیچ، نوک پراشون هم به زور میبینن. بمونو به مرغای تازه از راه رسیده کمک کن. مطمئن باش ارزشش رو دارن. میفهمن در مورد چی باشون حرف میزنی. سالیوان سکوت کرد. به خودش گفت: اگه روزی چیان تصمیم میگرفت به سرزمین قدیمش برگرده، اگه نمیخواست تو رو تعلیم بده، تو الان کجا بودی؟ پس مرغای جدید به تو نیاز دارن. تو نباید برگردی. سالیوان درست میگفت. مرغی دورتر رو میبینه که بالاتر پرواز کنه. جاناتان موند و کارشو با مرغای تازه از راه اومده شروع کرد. مرغای جوون باهوشی بودن. درساشون رو زود از بر می شدن. اما نه، فایده ای نداشت. فکر خونه قدیمی رهاش نمی کرد. اگر بعضی از مرغای زادگاهش به فکر یادگیری باشن چی؟ خودشو جای اونا می زاشت. اگر چیانگ روزای اول پرواز به سراغش اومده بود، الان مرغ داراتری بود. آیا دوباره رویای برگشتن به سرش زده بود؟ تا اینکه روزی به سالیوان گفت: شاگردا پیشرفتای خوبی کردن، من دیگه باید برم. سالیوان بغض‌آلود نگاش کرد. جاناتان، دلم برات تنگ میشه. سالی مسخره، برای چی بغض کردی؟ مهمترین ترمین ما چیه؟ ما باید به زمان غلبه کنیم. پس دوستیمون به زمان و مکان وابسته نیست. تو فکر نمی کنی بازم همدیگر رو میبینی؟ سالیوان به زور لبخند زد و گفت: اگه فقط یه نفر باشه که بتونه چندین کیلومتر دورتر از خودتو خودت نشون بده، جاناتان لیونگستون خلوکل. سالیوان به ماسه ها خیره شد. خداحافظ دوست من. خداحافظ سالی، دوباره هم دیگر رو میبینیم. جاناتان چشمشو بست، خودشو از قید فضا و زمان آزاد کرد. بعدش دسته مرغای در پرواز رو مجسم کرد و درست همونجا بود. جاناتان تو راه کنار دسته ای از مرغان دریایی بود. بین هیاهوی پروازشون مرغ دریایی جوونی رو دید. اسمش فلچرلیند بود. مرغ جوون از رفتار ناعادلانه هم پروازاش دلگیر بود. جاناتان فکر فلچر رو خوند. فلچر تو ذهنش با دلخوری میگفت: برا مهم نیست چی میگه، رفقا منو نمیفهمن. بعدش روی صخره‌های بلند بال کشید و با خودش گفت: غیر از شرخ زدن علکی حرکات با ارزشتری هم هست. من که پشه نیستم، بهشون نشون میدم قانون شکن درجه یک به کی میگم. کاری میکنم از ترد کردنم پشیمون شن. مرغ جوان صدایی شنید، صدایی که تو هیاهوی باد گم و پیدا میشد. فلچر، یادت باشه دوستات یه روزی حرفاتو میفهمن، پس باید ببخشیشون و کمکشون کنی. فلچر اوج گرفت. سرعتش به حد باور نکردنی رسید. همون موقع حس کرد که درخشان‌ترین مرغ سفید جهان بال به بالش پرواز میکنه. فلچر با هیجان گفت: چی شده؟ دیوونه شدم یا مردم؟ صدای گوشنواز تو سرش پیچید که: فلچر لیند، مرغ دریایی، میخوای پرواز کنی؟
فلچر با تمام توان فریاد زد. آره میخوام. فلچر میخوای رها بشی؟ دلت میخواد مرغای هم نوع تو ببخشی؟ میخوای یه روزی برگردی و یادشون بدی؟ یادشون بدی مثل تو پرواز کنن؟ صدایی که فلچر میشنید بی ریا و با شکوه بود. تو یک آن غرور و دلخوری فلچر دود شد و رفت هوا. بله میخوام. جاناتان همبال روشن به فلچر نزدیک شد. پس بیا شروع کنیم، ما پروازمونو به بالاترین سطح میرسونیم. جاناتان پرواز فلچر رو تماشا میکرد. شاگرد خوبی بود، توی هوا نیرومند و سبک میپرید. اشتیاقش برای یادگیری حرف نداشت. آفتاب ساکت و آروم روی سر اقیانوس ایستاده بود. جاناتان فلچر رو برای تمرین به بالای صخره‌های ساحلی برد. بهش تاکید کرد در جهت پرواز اون پرواز کنه. یه دفعه شبح خاکستری مثل شهاب سنگ از کنار پرهای جاناتان گذشت. فلچر از مربیش جلو زده بود. بلند بلند میشمرد. 8 9 10 نگاه کن مربی، سریعتر از هوا دارم میپرم. 11 میخوام مثل تو هوا وایسم. 12 ولی مربی جریان هوا نمیذاره. 13 اینم از سه مرحله آخر. 14 فلچر شکست خورد. دل زده و خشمگین برگشت. مثل بید میلرزید. براش سخت بود توی صورت مربیش نگاه کنه. با ناامیدی گفت: جاناتان برای من وقت نذار، فقط وقت تو هدر میدی. من خیلی خنگم، این همه تلاش میکنم ولی موفق نمیشم. جاناتان نگاش کرد و سر تکون داد. تا تلاش نکنی چیزی که میخوای به دست نمیاری. تو باید مثل یه پر نرم و چابک باشی، در این حال مثل صخره ها محکم و استوار. جاناتان تا سطح پرواز مرغ جوون پایین اومد. بیا دوباره تلاش کنیم، با پرواز نرم شروع میکنیم. حاضری؟ جاناتان بعد از 3 ماه شاگرده دیگری هم پیدا کرد. اونایی که از دسته همنوعانشون ترد شده بودن، مرغای تازه برای کشفای نو کنجکاف بودن. رویای غریب و دوری خواب و خوراکشونو گرفته بود. جاناتان مدام درساشو برای شاگرداش تکرار میکرد. باید تک تکمون نمونه کامل مرغای دریایی باشیم، نمونه نامحدودی از آزادی. اولین قدم پروازه. ما باید طبیعت واقعیمونو بروز بدیم. باید چیزایی که محدودمون میکنن رو از سر راه برداریم. خیلی وقتا زمانی که جاناتان درس میداد، شاگرداش دیگه توان ایستادن نداشتن. تمرینا و خستگی پرواز روزانه اونا رو از حال برده بود. مرغا پرواز رو دوست داشتن. پرواز سریع و هیجان انگیز بود. اوج گرفتن تو ارتفاعات شیفته و تشنشون میکرد. ولی به غیر از فلچر کسی به قدرت پیهان پرواز فکر نمیکرد. اونا فقط به لذت پرواز فکر میکردن. مرغا نمیدونستن نیروی پنهان درون پرواز مثل بازی باد با پرهاست. فکرشون رو سبک میکنه. جاناتان بارها تاکید میکرد: تو سر تا سر بدنتون نیروی قوی تر از تفکر پیدا نمیشه. با قدرت فکر میتونین زنجیرهای جسم رو پاره کنین. چند وقت بعد جاناتان به شاگرداش گفت: زمانش رسیده، باید به دسته مرغای هم نوعمون بپیوندیم. یکی از شاگردا گفت: ما هنوز آماده نیستیم، دوستامون ما رو ترد کردن، اونا ما رو نمیخوان. به هر حال مجبور نیستیم جایی بریم که تحویلمون نمیگیرن. یکی دیگه از مرغا به تایید دوستش گفت: ما آزادیم، هر جا که دلمون میخواد بریم، باید همونی باشیم که هستیم. اما جاناتان از روی ماسه ها خیز برداشت و به سمت خونه برید. شاگردان نگرانش شدن. قانون مرغای دریایی اجازه نمیداد مرغای ترد شده به خونه برگردن. کسی تا به حال قانون مرغای تبعیدی رو نشکسته بود. شاگردا وسط دوراهی مونده بودن. اگه به مربیشون نمیپیوستن، تک و تنها به خونه برمیگشت. فلچر فریاد زد: خیلی خوب، قانونه، اما مجبور نیستیم از قانونهای پوسیده اطاعت بکنیم. ما دیگه جزو دستشون نیستیم، پس میتونیم قانونشون رو رعایت نکنیم. تازه اگه درگیری یا مشکلی پیش بیاد، حتما مرغایی هستن که مثل ما فکر کنن و طرفمون رو بگیرن. بریم بچا. صبح باشکوهی بود. نور آفتاب تو آسمون جلوه‌گری میکرد. دسته 8 تایی مرغای دریایی به سمت خونه پر کشیدن. مثل دوتا مثلث به هم پیوسته پرواز میکردن، شبیه دوتا بال بزرگ و زیبا. چند روز بعد مرغا بر فراز زادگاهشون بودن. از بالا نگاه کردن، گروه گروه مرغ دریایی توی ساحل پخش شده بودن. همشون به پا بود.
هزاران جفت چشم تازه واردا رو میپاییدن. جاناتان و شاگرداشم توی هوا چرخی زدن و آروم روی ماسه ها فرود اومدن. جاناتان شاگرداشو جلوی چشم پرنده ها سرزنش کرد. بچه ها برای اینکه حین پرواز یکی بشین باید سریع‌تر باشین. جاناتان با وقار از بین جمعیت مرغای دریایی گذشت. همه بالا گرفت. مرغای ترد شده؟ چرا این برگشتن؟ نگاهشو کن. آره میشه. پیشبینی فلچر درست از آب در اومد. چون بعضی از مرغای جوون طرفشون رو گرفتن. ترد شدن که بشن. دیدین که چقدر خوب میپریدن. چجوری یاد گرفتن اینطوری پرواز کنن؟ کمی طول کشید. اما فرمان پیر به دسته مرغا رسید. بدانید و آگاه باشید. کسی که به مرغ تقلیدی نگاه کنه قانون دسته مرغای دریایی رو شکسته. به مرغای ترد شده توجه نکنید، نگاهشون نکنید. اگر کسی با تقلیدی ها حرف بزنه حسن مرغای تقلیدی ترد میشه. مرغای دریایی به جاناتان و همراهاش پشت کردن، اما جاناتان اعتنایی نکرد. همون موقع و همونجا اولین تمرینشو تو محل شورای مرغا برگزار کرد. سر شاگرداش فریاد زد. های پسر، فقط بلدی بلوف بزنی؟ بلدی تو پایین ترین سطح پرواز کنی؟ یالا ادعاتو ثابت کن. شاگرد جاناتان جا خورد. بلند شد و پرواز تو سطح پایین رو انجام داد. خودش هم شگفت زده شده بود. جاناتان بقیه شاگردارم مجبور کرد جلوی چشم مرغا تواناییشون رو ثابت کنن. با تشره و سختگیری های جاناتان شاگرده از حد تصور فراتر می رفتن. بالای سر هزاران جفت چشم کاری می کردن کارستون. کاری یک روز و دو روز نبود. شب و روز و آفتاب و طوفان هم نداشت. تمرین ها به مرور سختتر می شدن و شاگرده های جاناتان ماهرتر. بعد از تمرین های پرواز شاگرده تو ساحل استراحت می کرد. از دغدغه هاشون با جاناتان حرف می زدن و اون گره از فکرشون باز می کرد. کم کم مرغای جدیدی به تمرینای شبانشون اضافه شدن. مرغای کنجکاف کورمال کورمال خودشونو به محل تمرین میرسوندن و قبل طول آفتاب میرفتن بدون اینکه کسی رو ببینن یا دیدشن. یه ماه بعد پیر مرغا مرغ دیگه یو ترد کرد. مرغ ترد شده برای همیشه به دسته جاناتان پیوست. چند شب بعد مرغ دیگه اومد. لرزون و دلمرده روی پرای جاناتان افتاد. جاناتان کمکم کن. من عاشق پروازم. از زمین بلند شو. با من بیا. از حالا با هم شروع میکنیم. بالم نمیتونم بالم رو تکون بدم. تو آزادی، پس باید اختیار خودتو بالاتو داشته باشی. باید حقیقت خودتو بسازی. از امروز به بعد کنار ما مانعی جلوی راهت وجود نداره. فقط باید قانون مرغای بزرگو یاد بگیری. مرغ کوچک با بالای آسیب دیدش برای اولین بار پرواز شبونه رو امتحان کرد. انقدر ذوق زده شده بود که از شادی توی هوا فریاد میکشید، جوری که مرغا رو از خواب عمیقشون پروند. یوهو! من تو تاریکی شب پرواز کردم با بالای قوی. هنوز آفتاب سر نزده هزار تا پرنده بیرون از دایره شاگردان جاناتان وایساده بودن. مرغای تازه وارد دیگه به دیده شدن اهمیت نمیدادن. گوشتیز کرده بودن تا از حرفای جاناتان سر در بیارن. پرواز حق پرنده هاست. آزادی جزوی از وجود ماست. ما باید موانع رو کنار بزنیم. خرافات، محدودیت ها و قانون های غلط همشون دست و پاگیرن. صدایی از توی جمع بلند شد. چجوری انتظار داری ما هم مثل تو پرواز کنیم؟ تو فرق داری؟ تو پرنده آسمون هستی و بزرگترین مرغ دریایی جهانی؟ جاناتان صدایش را بلندتر کرد. هیچ کدومتون با من فرقی ندارین. هیچ کدومتون کمتر نیستین. به همراه هم نگاه کنین، همشون استثنایی هن. ولی به قول شما آسمونی و خاص هم نیستن. هیچ کدوم به شما برتری ندارن. تنها فرقشون تلاش و صبرشونه. همشون تلاش کردن تا خودشونو بشناسن. هر روز به تعداد مرغایی که برای تماشا می اومدن اضافه می شد. بعضی ها برای ستایش کردن و بعضی های دیگه هم برای تحقیر. یه روز فلچر بعد از تمرین پیشرفته سرعت جاناتان رو پیدا کرد. جاناتان، بین دسته مرغای حرفایی میزنن. میگن تو حتی اگه فرزند پیر مرغا نباشی یه چند هزار سالی از زمان خودت جلوتری. جاناتان آهی کشید.
به سوی تفاهم ها فکر کرد. چرا وقتی متفاوت باشی یا ابلیس خطابت میکنن یا فرشته؟ رو کرد به فلچر. فلچر خودت چی فکر میکنی؟ ما جلوتر از زمانی؟ فلچر مدتی فکر کرد. خب ما فقط دنبال روش های جدید یادگیری میگردیم. هر کس دیگه هم بخواد یاد بگیره میتونه. به نظرم به زمان ربطی نداره. شاید ما فقط جلوتر از رسم روزگار خودمون باشیم، جلوتر از روش پرواز کردن بقیه مرغای دریایی. همین. جامتان در حین چرخش وارونش گفت: شایدم بد نباشه جلوتر از زمان باشیم. یه هفته بعد فلچر شاگرداشو جمع کرد و آماده پریدن شد. درس جدید چرخش تو سرعتهای زیاد بود. فلچر تو خط مستقیم کنار ساحل شتاب گرفت. مثل گلوله آتیش شده بود. وقت چرخیدن بود. پرنده جوونی تو مسیر پروازش پرواز کرد. همه ی حواس پرنده به خدافزی از مادرش بود. فلچر سعی کرد مسیر حرکت بالاشو منحرف بکنه، اما سرعتش سرسام‌آور بود. برای همین همون موقع راهشو به سمت صخره‌ها کج کرد. فلچر مثل شهاب سنگی آتشین پرتاب شد، به سنگ‌های محکم و نوک تیز کنار ساحل برخورد کرد و افتاد. برای فلچر صخره مثل دری بزرگ رو به دنیای تازه بود. سیاهی عمیقی چشاشو پوشونده بود. برای لحظه ای همه چیزو فراموش کرد و دوباره به خاطر آورد. وحشت زده بود. غم وجودشو گرفته بود. یه صدایی شنید، شبیه صدای اولین برخوردش با جاناتان. فلچر، ما باید آهسته و پیوسته تلاش کنیم. هر مرحله سر جای خودش. فعلا برای پرواز از لابلای صخره ها برنامه ای نداریم. هر اشتباهی ممکنه برای شاگردامون گرون تموم شه. جاناتان، تو اینجا چی کار میکنی؟ صخره. من دارم میمیرم. معلومه که نمردی، داری با من حرف میزنی. یادت باشه تو لحظه خاص و حساس تصمیم گیری تنها کار تغییر سطح آگاهیه. حالا باید سعی کنی رو سطح آگاهی درست تو لحظه که هستی و نیاز به تصمیم گیری داری تمرکز کنی. فلچر، مطمئنم به سطحی بالاتر از سطحی که امروز ازش گذشتی میرسی. حالا باید برگردی و با دسته مرغات کار کنی. پیرای جمع منتظر فاجعه بودن. فکر میکردن یا خودتو به کشتن میدی یا مرغای دیگر رو. اما خیلی زود از رفتار خوبت متعجب میشن. فلچر گفت: میخوام برگردم. میخوام با دسته جدید کارم رو شروع کنم. خیلی خوب. یادت باشه چی بهت گفتم. قدرت فکر در برابر قدرت بدن هیچ. فلچر سری تکون داد و بالاشو برگرد. وقتی فلچر چشم باز کرد، وسط جمعیت مرغا بود. جنبید، همه‌ها بالا گرفت. پسر پیر بزرگ زنده است، مرده زنده شد. یکی دیگر گفت: مرغ لعنتی پیر ما رو از خودش رونده. این ابلیسه، اومده ما رو نابود کنه. مرغا با هم فریاد می زدن: ابلیس، ابلیس. از چشم مرغا آتیش می بارید. نوکای تیزشون برق می زد. دست جمعی به سمت فلچر هجوم آوردن. جاناتان پرسید: فلچر، میخوای از اینجا بریم؟ اگه این کارو بکنید مخالفتی ندارم. جمعیت مرغا نزدیکشون رسیده بودن، با چشمای دریده و نوکای برنده. جاناتان سر تکون داد: چرا اینقدر سخته که پرنده رو متقاعد کنیم که آزاده؟ با اولین و کمترین تمرین خودشون میفهمن. بس مشکل کار کجاست؟ فلچر هنوز نمیدونست چه اتفاقی افتاده. چی کار میخوای بکنی؟ مگه خودت نمیخواستی بری؟ فلچر، تمرین شماره 13، 14، 15. جاناتان و فلچر یه آن از زمین فاصله گرفتن و خیلی اون طرفتر ظاهر شدن. جاناتان شگفت زده شده بود. چطور همچین چیزی ممکن بود؟ جاناتان واسش توضیح داد: حرکت در لحظه مثل هر کار دیگه‌ای با تمرین ممکن و انجام پذیر. فردای اون روز دسته مرغا دیوونگیشون رو فراموش کرده بودن، ولی اتفاقای دیروز تو خاطر فلچر حک شده بود. آزارش میداد. به جاناتان گفت: جاناتان،
همیشه میگفتی عشق به دسته مرغا برات میگردونه پیش همنوعات. بهشون کمک میکنی یاد بگیرن. من نمیدونم تو چجوری مرغای سنگ دل دوست داری. جاناتان، جماعت مرغا به خون تشنن. فلچر، تو هنوز عاشق نشدی بفهمی چی میگم. باید تمرین کنی خوبیهاشونو ببینی، کمکشون کنی خوبیهای خودشونو ببینن. فلچر، تو روزی بهشت خودتو روی صخره‌های بلند ساختی، بعدش اومدی دسته مرغارم به بهشت هدایت کنی. من فلچر رو با ویژگی‌های خوبش میشناسم، نه با کینه‌ها و خشماش. تو که نمیخوای تا وقت مرگ با دسته مرغای هم نوعت بجنگی. یادت نره تو رهبرشونی. فلچر به جاناتان نگاه کرد. برق توی چشاش دوید. منو رهبری؟ منظورت چیه جاناتان؟ رهبر واقعیشون تویی. تو نباید از اینجا بری. من دیگه نمیتونم، باید برم. مرغای زیادی مثل دیروز خودت به راهنمایی نیاز دارن. تو دیگه به من احتیاجی نداری. باید تو وجود خودت خودتو جستجو کنی. مربی فلچر از امروز خودشه. چند لحظه بعد جاناتان توی هوا بود و میدرخشید. درخششش به قدری بود که رفته رفته بلوری شد. جاناتان گفت: یادت باشه جاناتان، هیچ وقت قدرت ماورایی نداشت، پس اجازه نده بعد رفتنم در موردم شایعه درست کنم. نظر ازم یه موجود ماورایی بسازم. منم مثل بقیه فقط مرغ دریاییم. فقط دوست داشتم با عمق وجودم پرواز کنم. جاناتان فلچر، چیزی که چشات بهت میگن رو باور نکن. جهان ما محدوده، اجازه هر کاری رو بهت نمیده. پس با ادراکت ببین و کشف کن. وجود بلوری جاناتان کم کم رنگ می باخت، تا اینکه جاناتان مرغ دریایی تو هوا محو شد. وقتی فلچر به آسمون برکشید، با گروه شاگردای مشتاقش روبرو شد. پس یاد گرفتیم مرغ دریایی تجسم کاملی از آزادیه، تصویری از مرغ کامل. جسمتون از نوک بال چپ تا نوک بال راست هیچه. شما چیزی نیستین جز ادراک نامحدودتون. تمیدین؟ مرغای جوان با کنجکاوی به فلچر گوش میداد. فلچر میدونست شاگرداش با خودشون میگن: مربی، حرفات به درد پرواز کردن نمیخوره. زود باش شروع کن، باید تمرین کنیم. فلچر چشاشو بست، حرفای جاناتانو مرور کرد. وقتی چشم باز کرد، واقعیت وجودی شاگرداشو روشنتر از قبل دید. همونطوری که بودن بهشون عشق میورزید. فلچر باز بین بردن محدودیت ها فکر کرد. جاناتان راست میگفت، محدودیتی وجود نداره. لبخند زد. تازه مبارزش برای آموختن شروع شده بود. و پایان کتاب.